برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که 50 مورد مثبت بیماری فلج کودکان در سال جاری میلادی در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه 18 مهر منتشر شد اشاره کرده که از این تعداد 22 مورد در افغانستان و 28 مورد دیگر در پاکستان شناسایی شده است. این سازمان خاطر نشان کرده که موارد مثبت فلج اطفال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با انتشار گزارش 6 ماه نخست سال 1403 خود میگوید که طی این مدت وضعیت حقوق بشر در کشور وخیم‌تر شده است. این سازمان روز چهارشنبه 18 مهر گفته که اطلاعات در مورد افزایش نقض حقوق بشر از سوی طالبان را از طریق توزیع پرسشنامه آنلاین به زنان افغانستانی در داخل و خارج از کشور به دست آورده است. به گفته این سازمان 93% از پاسخ دهندگان معتقدند که وضعیت حقوق بشر در 6 ماه نخست سال جاری بدتر شده است. سیلاب‌های اخیر در یمن، کشوری که به دلیل جنگ ویران شده، وضعیت زندگی مردم را بحرانی‌تر کرده است. باران‌های سیل‌آسا و شدید باعث کشته شدن دست کم 60 نفر و گسترش بیماری‌ها شده و بیش از 268 هزار نفر آسیب دیدند. چندین شهر در یمن با کمبود زیرساخت‌های مناسب و تدابیر احتیاطی روبرو بودند که منجر به تخریب خانه‌ها و آسیب جدی به زیرساخت‌های شهری شده است. این شرایط باعث شده تا مشکلات انسانی و معیشتی مردم یمن بیش از پیش وخیم شود. افزایش موارد تب دنگی در یمن از ابتدای سال 2024 به بیش از 6100 نفر رسیده است. استان تعز با 2004 مورد در صدر استانهای آسیب دیده قرار دارد. تا کنون 8 نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند که 4 نفر از آنها در شهرهای مختلف گزارش شده است. با توجه به وخامت اوضاع بهداشتی، نگرانی ها در مورد گسترش بیماری افزایش یافته و نیاز به تشدید تلاش های مقامات برای کنترل آن وجود دارد. یونیسف روز پنجشنبه 19 مهر بر اساس اطلاعاتی که به تازگی جمع‌آوری شده اعلام کرد که صحرای آفریقا برای دختران بدترین مکان در جهان می باشد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در این گزارش تأکید نموده که بیش از 79 میلیون زن و دختر در جنوب صحرای آفریقا در کودکی تعرض را تجربه کردند. این نهاد سازمان ملل متحد تخمین زده که در سطح جهان خشونت غیر اخلاقی حدود 370 میلیون دختر و زن را تحت تأثیر قرار داده و از هر 5 دختر در جنوب صحرای آفریقا یک نفر پیش از رسیدن به سن 18 سالگی مورد تعرض قرار گرفته است. اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا NOAA نسبت به وقوع طوفان خورشیدی قوی در روزهای آینده هشدار داد. این طوفان میتواند باعث اختلالات موقت در شبکه‌های برق و سیگنال‌های رادیویی شود. با توجه به طوفان‌های اخیر در آمریکا که به شبکه‌های برق آسیب رساندند، این رویداد فشار بیشتری به زیرساخت‌ها وارد خواهد کرد. همچنین NOAA از شرکت‌های مرتبط با ماهواره و برق خواسته است تا تدابیر لازم را اتخاذ کنند. تحقیقات نشان داده است که غذا خوردن در بازه زمانی 8 تا 10 ساعته در طول روز میتواند شاخص توده بدنی را کاهش داده و به بهبود کنترل قند خون کمک کند. این روش که به عنوان رژیم روزداری متناوب شناخته می شود به ویژه برای افراد مبتلا به سندروم متابولیک مفید است.
مصرف غذا در این بازه زمانی همراه با رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای و مصرف داروها می‌تواند به کنترل فشار خون، کلسترول و قند خون کمک کرده و سلامت عمومی بدن را ارتقا دهد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که کاهش مصرف غذا می‌تواند طول عمر را افزایش دهد. در مطالعه‌ای که در مجله نیچر منتشر شده، دانشمندان تایید کردند که رژیم‌های غذایی کم کالری تأثیر بیشتری بر طول عمر موش‌ها داشتند. یافته‌ها نشان می‌دهد که افراد مقاوم‌تر به استرس و محدودیت غذایی بیشتر عمر می‌کنند. این تحقیق اهمیت رژیم‌های غذایی متعادل و مقاومت در برابر استرس را برای بهبود سلامت و افزایش طول عمر نشان می‌دهد.